اولین گرد همای حسینی برای راه اندازی نخستین مشاهی از منطقه تل افر تا کربلا به یاد مسیر پیاده روی حضرت زینب سلام الله علیها و کاروان اهل بیت اسمت و تهارت برگزار شد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید اولین گوره همایی حسینی در منطقه تلعفر استان نوای عراق به منظور هماهنگی و تدارک نخستین مشایی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برگزار شد. این گره همایی با حمایت موکب و حیعت های حسینی در منطقه تلعفر برگزار شد و طی آن تمهیدات لازمی مشایی حسینی بررسی گردید. گرد همایی یاد شده که با عنوان مشایه راه یا زینب از تن نفر تا کربلا برگزار شد شاهد حضور گسترده مردمی جمعی از حسینیان در میان تدابیر شدید امنیتی بود که برای اطمینان از ایمنی شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. هیئت اعزامیه شبکه ماهواره از زهرا سلام الله علیها که از زیر مجموعه های مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام می باشد نیز در این گرد همایی حضور داشتند. گفتنی است که کاروان اهل بیت علیه السلام را پس از انتقال به کوفه و مدتی اقامت در این شهر به سوی دمشق پایتخت حکومت امویان فرستادند. در برخی از تواریخ ذکر شده که تلعفر یکی از شهرهایی بوده که کاروان اهل بیت علیه السلام از آن عبور کردند. شیخ عباس قومی در کتاب نفس المحموم به نقل از ابن شهر در کتاب مناقب آل ابی طالب علیه السلام می نویسد ابو نقل می کند خولی وارد موسل نشد و راه صحرا در پیش گرفتند و از جبله و تلعفار و سپس سنجار و قلع نصیبین گذشتند. در کتاب موکب الابا من کربلا الی الکوف الی الشام گذشتن خاندان اطلت علیهم السلام از این منطقه هم آمده است کاروان سرهای متحر و خاندان اطلت علیهم السلام به سمت غرب حرکت کردند تا وارد سرزمین های جزیره سوریه شدند و از نفر و سپس بر شهری واقع در دامنه جنوبی کوه سنجار که نیمه شرقی آن در عراق و نیمه غربی آن در سوریه امروزی است گذشتند. همکنون شهر تلنفر یکی از برجسته مناطق استان نینوا به شمار می که جمعیت زیادی از شیعیان اهل بیت علیه مسلم را در خود جای داده است. لذا برگزاری این مشایع آن هم از این مسیر در راستای احیا و اعتلاع شعائر حسینی و گسترش مشارکت در زیارت اربعین صورت گرفته است جاده تلعفر به سمت کربلا نیز تبلور و بیانگر نمادهای ویژه است و راهی محسوب می شود که اهل بیت امام حسین علیه السلام در سفر ناگوار خود پس از واقعی کربلا این مسیر را طی کردند. بدین لحاظ این مشایع و انتخاب مسیر و نامی که بر آن نهاده شده از بعد تاریخی و معنوی دارای اهمیت می باشد.